فاصله میان ارک و وزارت مالیه تنها یک جاده است. دست کم در 20 سال گذشته هر وزیری که در اینجا کار کرده رابطه نزدیک و خوبی با رئیس جمهوری داشته. اما حالا ظاهرا دو طرف به جبهه مقابل هم بدل شدند. دیروز فرمانده پلیس کابل در عملیات رئیس منابع بشری این وزارت را از داخل ساختمان این وزارت بازداشت میکند. دادستانی کل میگوید محمد غلام ملاخل رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل استفاده سوء از صلاحیت وظیفه‌ای و سرپیچی از فرمان رئیس جمهوری بازداشت شده است. رئیس منابع بشری وزارت مالیه روز گذشته در یک اقدام مشترک سارنوالی و پلیس کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و تمرد از حکم مقام ریاست جمهوری بازداشت گردیده. اما وزارت مالیه میگوید دلیل این بازداشت را نمیداند. جزئیات چگونگی و چرای از این توقیف میشه ادارات که اقدام کردن اونا بیشتر مهیا کنند. هنوز جزئیات مفصلتر از این موضوع نزد وزارت مالیه نیست. اما چندی پیش در این نامه که از آدرس اداره امور ریاست جمهوری نشر شد، 69 کارمند و رئیس منابع بشری این وزارت را برکنار کردند که گفته شده بود غیر قانونی استخدام شدند. در این نامه آمده بود که بر اساس بررسی هیئت از وزارت مالیه و دستور رئیس جمهوری این افراد از وظیفه هایشان برکنار شدند. اما عبدالهادی ارغندوال که آن زمان سرپرست وزارت مالیه بود با این اقدام مخالفت کرد و در جواب این نامه را به اداره امور ریاست جمهوری نوشت که بر اساس قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام بستهای اول و دوم به پیشنهاد وزارت و منظوری رئیس جمهوری صورت میگیرد. آقای ارغندوال همچنان گفته بود که استخدام بستهای سوم تا هشتم از صلاحیت شخص وزیر است و بدون شک یک مسئله سیاسی است و یه تنش‌های ادامه خواهد داشت و یک فشاری از گرفتاری رئیس منابع بشری وزارت مالیه یک فشار است که بالای وزارت مالیه و شخص وزیر مالیه وارد شده. دیدبان شفافیت افغانستان هم تأکید دارد که اصلاحات در وزارت مالیه نباید قربانی تضادهای اداری شود. حکومت افغانستان باید روی یک طرح اصلاحی وسیع در وزارت مالیه کار بکنه و تضادهای اداری نباید اصلاحات در وزارت مالیه قربانی خود بسازد. هرچند تاکنون روشن نیست که رئیس منابع بشری وزارت مالیه در چه موردی به استفاده سوء از صلاحیت وظیفه‌ای متهم است و از کدام فرمان رئیس جمهوری سرپیچی کرده است.